سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از هیتمن 3 که قسمت اولش رفتیم و با زیرنویس و ترجمه و همزمان، حتی زیرنویس من نمیخواستم بکنم ولی خب انقدر سری حرف زد تو کاتسین اولیش، گفتم بهتره که زیرنویسش کنم که بچه ها متوجه بشن. اما توی این قسمت میخوایم بریم یک دور دیگه همون ماموریت اول انجام بدیم، اما این بار با یه استوری میشن دیگه. ببینید توی هیتمن شما هر ماموریتی که انتخاب میکنید الان آن تاپ آف دی ورلد، ما میتونیم بیایم اینجا نگاه کنیم ببینیم چند تا استوری میشن داره، میشن استوریز در واقع. من هاو دی مایتی فالش رو رفتم، این که رفتیم هک کردیم و اونجوری کشتیمشون. حالا بردز آف پری داره یه میشن استوری و این سکیوریتی، یعنی با سه روش داستانه مختلف. البته شما آزادید که هر کاری میخواد هر جور دلتون میخواد این کار رو انجام بدید، اما نکته خیلی خوبش که نمیدونم شاید تو دو بشه اضافه شده، دو رو هنوز بازی نکردم نمیدونم، ولی من بزرگترین انتقادم به یک این بود که خط داستانی مشخص نداشت، آزادتون میذاشت هر کاری میخواستیم بکنید، که من دوست دارم، من اینجوری دوست دارم. درسته آزادم که بعدن یه سری چالش هایی رو که اینجا ببینید یه سری چالش هایی داره که خب باز اینا حالت های مختلفه، ولی میشن استوریا تقریبا یه خط داستانی میذاره روی اون و شما اون نقشتون رو یه جوری که بر اساس داستانه انجام میدید. این قسمت میخواییم بریم بیر آف پری رو انجام بدیم. اما نکته که وجود داره اینه که من تو قسمت قبلی خب میگم ترجمه کردم براتون، این قسمت میخوام یه دور دیگه بریم همون ویدیوها رو نگاه کنیم، این بار روشون براتون توضیح میدم برای اونایی که حالا دوستان. خیلی خلاصه زیرنویس اون زیر داره میره، اگه دوست دارید فقط زیرنویسش رو ببینید میتونید قسمت اولو برید نگاه کنید، اونجا من سکوت میکنم هیچ چی نمیگم، اینجا میخوام توضیح بدم داستان رو. بریم اول استوری سو فار که داستان دو تا شماره قبلی رو خلاصه میکنه ببینیم. خب مامور 47 و دایانا برنبور دو تا از بالاترین قاتلین آیسی هستن. آیسی همون CIA ایه. اونا توی این دوران توسط یه مشتری در سایه استخدام میشن که تعدادی از ماموران یه سازمان به اسم پراویدنس رو بکشن، یه سازمان مخفی که قدرت‌های پشت پرده رو در دست داره. همینجا بود که کانستانت، شخصی به اسم کانستانت، به دایانا نزدیک شد. این شخص یکی از رؤسای پراویدنس و ازش خواست که اون مشتری ناشناس رو بکشن و گذشته 47 رو بهش بگه. اما همینجا بود که 47 رفت که مثلا لوکاس گری رو بکشه، فهمید که در واقع لوکاس گری دوست دوران بچگیش بوده. اینجا بود که اون و دیانا داستانشون چیزشون جهتشون رو تغییر دادن و هدفشون شد نابودی پراویدنس. اونا با هم دیگه تونستن کانستانت همون رئیس رو بگیرن و هویت 3 از شرکای پراویدنس رو مشخص کنن. اگه اونا رو نابود کنن جنگ به پایان میرسه. با این حال کانستانت یه برگه برنده توی آستینش داره. خب بنابراین ما داستان رو فهمیدیم که یه سازمان مخفی به اسم پراویدنس که پشت پرده قدرت دستشه، یه یاروی به اسم لوکاس گری که ما هنوز نمیدونیم لوکاس گری یه شادو کلاینت می، یعنی یک مشتری در سایه به ما نزدیک میشه، میگه آقا برید یه سری مامورای اینا رو بکشید. ما در حینی که داریم اونا رو میکشیم، خب دیانا مسئول هماهنگی ماست دیگه، در همون حین یه یاروی به اسم کانستانت که اون هم یکی از رؤسای بالارده، میگه کنترلر اف دی پراویدنس، رؤسای بالارده پراویدنس بوده، میاد به دیانا نزدیک میشه، میگه که آقا اصلا تو چیکار داری ما رو میکشی؟ به این 47تون بگو که اول بره اون لوکاس گری رو بکشه، بعدم گذشته 47 به من بگو. حالا من اینو نمیدونم چرا گذشته 47 میخواسته برای چی، ولی بعد اونجایی که ما میریم لوکاس گری رو بکشیم، یه دفعه میریم لوکاس گری دوست بچگیامون که گمش کرده بودیم و اون داره به سود ما در واقع عمل میکنه، اون داره با این سازمان مخفی میجنگه، بنابراین جهت عوض میشه، از دوباره میریم به جنگ پراویدنس ها. کانستانت رو گیر میاریم، مجبورش میکنیم 3 از کله گنده هاشونو بگه، میگه 3 پراویدنس پارتنرز، یعنی 3 از شرکای پراویدنس، که فکر کنم منظورش اینه که پراویدنس توسط 3 شریک کله گنده اون بالا دستش بودن، که حالا اون 3 رو پیدا کردیم و تو ماموریت دبی خب میریم اون 3 رو میخوایم بکشیم، که خب میگم حالا بریم ببینیم آن تاپ اف دی ورلد این چی میگه. اینا کی رو هم دیگه باز میگم زیرنویسش کردم اونجا، اینجا هم زیرنویس هست ولی روش توضیح میدم. best laid plans، یعنی نقشه های که خوب چیده شدن. دقیق نگاه کن. in the shadows، در سایه ها، behind the everyday world، پشت کارهای روزمره ما، beyond the headlines and the پشت سرخط اخبار و صندلی های قدرت، یه دست مخفی وجود داره. a kind of company، یه جور کمپانیه که اسمش هست Providence. to it
برای اونا ما فقط یه مشتی وسیله هستیم که ازمون استفاده کنن و بندازنمون دور، برای اینکه براشون کارهای غیر ممکن رو انجام بدیم، کارهای نابخشودنی، و اونا هیچ وقت به ما هیچ گزینه دیگه هم نمیدن. البته تا الان، از الان باید همه چی تغییر میکنه. بعد از دهه ها در سایه بودن، ما حالا داریم با اونا می جنگیم. من و 47 چیزهای زیادی از دست رفتن، ولی ما از هر زمان دیگه به اونها نزدیکتریم. ما کانستانت رو گیر انداختیم، کنترلر اصلی پروویدنس، و بالاخره تونستیم 3 تا از شرکای پروویدنس رو تشخیص بدیم. و در با شکست اونا ما میتونیم گذشتمون رو فراموش کنیم و شاید بتونیم به آینده هم توجه کنیم. آره. 47 وقتشه. اینجا اون ستا اینجا هستن. هیتمن 3، یکی از خفن‌ترین شروعهای تاریخ این بازی، با موزیک خفن. دا دا دا. خب اینجا اتفاقی که میفته، دارم میرم پایین. خب پارتنر اون پایین هستن. میدونی من هیچ وقت نقشه نکشیدم که به اینجا برسیم. تو هیچ وقت نقشه نمیکشی. میبینم که حافظت برگشته. میدونی من هیچ وقت نقشه نمیکشیدم. میبینم اون چیه، بیکن، یعنی این چیزا هست که رو سر ساختمون رو برق میزنه. میگه از اوناست. میگه نه، یه دونه هلیکوپتر بود. چی شد؟ چه این مرکز الکس کارلایز با هلیکوپترش فرار کرد. میشه موقعیتش رو مشخص کنید؟ دایانا وضعیت چیه؟ ببین، کارلایل یه دونه از پارتنرها بود. درسته، یه مشکلی داریم. کارلایل از ساختمون رفت. فکر کنم بدونم چرا این کارو کرد. کانستانت تونسته فرار کنه. تونسته یکی از ملوانهایی که زندانش کرده بوده رو آزاد کنه، که آزادش کنه. و از اون موقع دوباره کنترل پروویدنس رو دست گرفته و داره کارش انجام میده. فکر کنم همین کارلایل هم به سرعت فرار کرد که بیشتر از این صدمه نخورم. حالا ما تعقیبش میکنیم، میدونیم گم نمیشه. خب نقشه ما هنوز مونه، هنوز دو نفر دیگه باقی موندن توی این ساختمون سپتر، بلندترین ساختمان دنیا که مال عمر الغزالیه. یکی از اهدافمون مارکوس استایوسنه که یه بچه پولداره که از 5 نسل قبل پولدار بودن و پولاشون مونده. اینا قبلا بانکدار بودن. و هدف دوم کارل اینگرامه، یه مردی که تو واشنگتن قدرت داره و با فروش باروت توی جنگ جهانی جنگ داخلی آمریکا تونستن پولدار بشن و از همون موقع پولدار موندن. البته اونا مدت هاست که از دید عمومی دور موندن، ولی خب همیشه قدرتشون رو داشتن. حالا اونا این دو تا پارتنره شک کردن که ما داریم میایم. برای من آقای گری دوست ما میره توی سیستم امنیتی ساختمون نفوذ میکنه و راهو برای ما باز میکنه و ما هم میریم میکشیمشون. حالا استایونسن و اینگرام باید بدونن که راهی برای فرار ندارن. خیلی خوب، این لحظه ماست. 47 پروویدنس زندگی ما رو نابود کرد با یه دونه تکون قلمش، و امروز ما اون لطفشو بهش برمیگردونیم. شکار خوش بگذره. خب بچه‌ها، دیگه امیدوارم متوجه باشید دو تا هدف داریم. یکی کارل استویسنت، اسم عجیبی داره اصلا، استویسنت اسمش، استویسنت، و یه دونه هم کارل اینگرام، که هر کدومشون دو تا جفتشون آدمای پولداری شدن، هر کدوم از روش‌های مختلفی. این مارکوس استویسنت، این از خانواده‌های عیانی بوده که تو از 5 نسل، میگه از 5th generation پولدار 5 نسل، یعنی از 5 نسل قبل پولدار بوده و همینطور پولا مونده دیگه. این هم همینطور چیز شده. بعد اینجا میتونید مثلا خیلی ریستر نوشته که چه جوری پولدار شدن، چه میدونم قبلش ویالونساز بودن تو قرن 19 هم، همه چی داره نوشته. قرن 19 هم ویالونساز بودن، بعد میان اینجا میرسن به آمریکا، تو آمریکا میان تو کار املاک، بعد اونجا تو املاکا پول در میارن، میان تو کار بانکداری، بعد تو بانکداری ها کلی پولشویی انجام میدن برای خلافکار هم اینا. و در نهایت خب این آدم قدرتمند نفوذ بوده دیگه، پروویدنس، یعنی کانستانت قبلی. کانستانت اون کسیه که پروویدنس رو با هم هماهنگی میکنه و یه جور نقش هماهنگ کننده داره. دارن این یه لقبه کانستانت، و بین اینا و خب اینو انتخاب میکنه به عنوان یکی از اعضایی که ازش استفاده کنن برای پروویدنس، برای اهدافشون.
قدرت‌های پشت پرده. و اینجا هم کارلینگ رامه که این باز هم این یکی هم داستان خودشو داره که اینجا نوشته که آره یه خانواده اسکاندیناویایی هستن، پولاشون از طریق چه میدونم اول فروش بارود تو جنگ داخلی آمریکا به دست آوردن، بعد که پول داشتن میرن اون پولا رو وارد چیز صنعت نفت و زغال سنگ و فولاد میکنن و همت پولاشون زیاد میکنن. و اینم یکی دیگه باز اینجا خیلی توضیح داده در تاش که چه جور آدمیه. این 66 سالشه، اینه که 50 سالشه. و میگم این اینا دوتا، یه دونش هم اون زنه بود کارلایل که فرار کرد. حالا ما می‌خوایم دو تاش اینجا بکشیم، پس دیگه خودتون دیگه اینو گرفتید چی شد. پلی کنیم. لودینگاش واقعا سریعه، توی 7-8 ثانیه فکر کنم میره. اه؟ این بار از آسمون نیومدیم، این بار از اینجا اومد. جالب، خیلی گرافیکش بالاست بچه ها، باورتون نمیشه اصلا این تکسچر کله کلش. خیلی حال میکنم اصلا همین عمر آرزو بودی همچین هیتمنی بازی کنم. حالا این بار دیگه خیلی چیزتر میخوام بکنیم. خب ویلکام، این چی بود؟ اطلاعات به دست آوردیم. چی بود این اطلاعاتی که به دست آوردیم؟ خب این دعوتنامه همون سپتره، گفته پرینس الغزالی، مثل که این شاهزاده هم هست، شاهزاده سعودیه. خوش اومدین، سلام، از دیدنتون خوشبختیم. چقدر خوشحالیم که شما رو ببینم. استوری میشن از اینجا میتونیم انتخاب کنیم. آره ببین اینجا بیاید بزنید خب تا بهتون بگه چیکار کنید. الان آخون یه دونه اون بالا زد، یه دونه چیز، یه دونه چراغ گذاشت. اصلا یه های صحنه که میباره با موسیقی میاد دیگه. خب واقعا زیباست. خب اینجا چی داریم؟ این یارو یه چیزیه. این یکی از آدم هایی که کنم باش دون میکن. بزنیم چیه قضیه؟ زین کازیم اسمش. زانا کازیم. زانا کازیم. The Vulture. اسم Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn, the Pan-African terrorist organization. خب نوشته اسم طرف زین کازم، ملقب به کرکس، یکی از ماموران درجه بالای سازمان کریستال دان، یه سازمان تروریستی که به دنبال اتحاد کشورهای آفریقایی بر علیه نمیدونم کشورهای غربی اینجور چیزا. میگه خودم بعد اون داره برام توضیح میده دیگه، اون دوستمون آقای گری داره میگه که من تقریبا یه بار خودم هم استخدامش کرده بودم ولی بعدش منصرف شدم و رفتم از گروه میل استورم یکی رو استخدام کردم. ولی خب اون اینجا چی کار میکنه؟ بچه این نکته رو توجه کنید که وقتی میگه پن افریکن یعنی سازمانی که به سود اتحاد آفریقایی، عربستان و اینا جزء آفریقاست دیگه، یعنی حتی همه اینا قاره آفریقا هستن. این نکته رو حواستون باشه. این چرا اینجاست؟ میگه شما نمیتونید بدون جستجو شدن وارد بشید. این تفنگ داره مسیه. خب این همین جوریه دیگه. اوه بعد بکشیمش آقای وولچر. نمیشه دیسکایز یورسف از زین دی وولچر. خب اینو بعد یه جوری بکشیمش، جای بکشیمش مثلا همینجا بکشیمش. نه اینجا نمیشه بکشیمش. این زن داره چیکار میکنه؟ خیلی زیباست. نشست اینجا. خب بیل بزنیم بکشیمش با واقعا. ببخشید میشه اون سیگارتون رو خاموش کنید؟ نه این چه کاری بود؟ خب این بار دیگه اون سوتی رو نمیدیم، اصلا نه حرکت های غیر طبیعی انجام میدیم، لو رفتیم. نمیتونیم برم کلش بکنیم، فقط باز ببینم چیکار میخواد. اینا رو یه جوری بر رد کنیم برن. اشید میشه سیگارتون رو خاموش کنید؟ مثلا میتونیم بکشیمش اینجا بکشیمش. آره وایسا. خب این زنه رو باید اینجا بذاریم لطف. بیاد اینجا این زنه، بذار این زنه بیاد. یه برو اونجا. نرو اونجا لعنتی. حالا بقیه اینو باید بکشنش این ور.
شما با اینو میزدیم. خب این سریع باید کار کنیم میدونی؟ بزنیم بیلر رو بردارم کسی بهمون عربز یه سیب اینجا بکنم. همیشه یه سیب قبل از هر کاری بکنید. این سیبش هم بی نهایته. خب پیک آپ دی شاور. من با بیل بکشم یارو رو. باقی میگم اون زنن هم باید ردش کنیم بره. بعدم ویل کرد رفت. خب اومده اینجا برای چی؟ ببین نکاره نکن بیل رو تو کلت بیارم پایین ها. بفهمید برای نیبینتمون فکر کنم. این نظرش جلب شد. الان این وقتی این دایره افتاد دورمون یعنی نیبینتمون. یه سیف زد. Yes, you are. بیا اینجا. بیا اینجا ببینم. خوب بود. خب اینجا مخفیه دیگه. لباسشو بپوش. Wet worker. برداشتیم چیزشو. او ببین تفنگ هم داشته. تفنگش چی بود؟ ببینم. ببین تفنگو. خب تفنگ رو باید داشته باشیم. شاید نیازش برای کشتن. بذارش جیبه. این چیه؟ بولدینگ نایف. چاقو. چاقو زامندار و اینم بذار. یه ظرف سم. خب حالا نوشته تاک تو عمر الغزالی با نه با خودش نه با دستیارش. با دستیار عمر الغزالی بریم صحبت کنیم. کیا ما رو تشخیص میدن اینجا؟ هیچ کس. خب اون ما رو با ما صحبت کرده نمیفهمه. سلام قربان. سلام. خب چیکار کنم؟ اون نمیاد داخل. نشه frisking not allowed illegal item in. خب مثل که یه سری چیزای دستمون رو نباید نارشته باشیم. بریم همونجا بندازش تو همون گیاه ها. چون اگر رو زمین باشه بازم پیداش میکنن. تفنگ هست دیگه. فقط سمه رو باید نگه دارم. ببین این نه این نمیدازیم. این مالا این مزخرف رو میدازیم. بعد دیگه چیز دیگه ندارم که اینا هم اینا هم غیر قانونیه. این هم غیر اصلا همه رو بنداز آقا. اینو میخوام. این تفنگ هم میخوام. سمه رو بند سمه غیر قانونی نبود فکر کنم. نه سم غیر قانونی نیست. سم رو بزید داخل. بعد این هم بزید جیبت. خب بریم تفنگی اونو داریم اینجا که دم دستر باشه. خب حالا دیگه الان فکر کنم بذار بریم داخل. How are you today, sir? سلام سر. If you want to get through, I'm going to have to patch you. آه جو سجو تو کنیم بفرمایم. من فقط یه سم همرامه. Just a quick pat down, sir. اینا که چه اینجوریه؟ چرا یکی از شیشه هاش یه جور دیگه است؟ یکی از شیشه هاش اصلا شیشه نداره. بکنم شکسته. زدیم کشتیمه شیشه شکسته. خب حالا میتونیم با این زنه صحبت کنیم. اصلا صحنه ها رو میاندم کف میکنه. سلام خانم خوشگه. ژاپنی هست شما؟ او مستر کازیم. آه آقای کازیم. I'm glad you changed your mind. خوشحالم که نظرتون عوض شد. غرور میتونه چیز بدی باشه. آره درسته. آقای انگرام منتظرتونه. ما یه اتاق کنفرانس داریم که منتظرتونه. خب بریم دنبال خانم خوشگل. نگاه کن چقدر لباسش خوشگله. عشان پلرم خوشگل میره بالا. نگاه کن سایه همه چیز انگار واقعیت. خب آقایون بله حالم خوبه. اینو ببین ابرو دادی بالا برای من. بکنم این روشه از همه آسون تر باشه. با یه حرکت الان اینگرام میزنیم میکشیمش تو اتاق کنفرانس. برج القرز برج القزالی. Go in
and make yourself comfortable. لطفا برید داخل و اونجا باشید. آقای اینگرام به زودی میام پیشتون. ممنون. بله. اوه خب اینجا برای بچه ها که همه حضور دارن. مینتننس میتونیم بریم. این چیه؟ سوداکن. اینو برش دار. بذارش تو جیبه دارش هایت یکی رو بخواهم بدونیم، یکی رو بخواهم نظرش رو عوض کنیم اینا. Just keep calm. واه ببین چی میتونیم برداریم پرت کنیم براش. Wait for Ingram in the meeting room. کجا بشینم؟ همینجا بایستیم هم پاور خودمون بشینیم. جه مربعی داره. Sit down. بشین. بکن جزئیات کله رو ببین. رگاش هم معلومه حتی. غیر کیفیتی تکسچرش خوبه. کی میاد؟ داره میاد. تو نقشه دارم میبینمش. اون قرمزی که تو نقشه هست داره نزدیک ما میشه داره میاد. عینکش راست چی شده؟ عینکه نمیبینم چرا اینجوری شد یکی از شیشاش. یکی از شیشاش مات، یکی از شیشاش. آقای کازم، از دیدنتون خوشحالم. عمر چیزای خوبی از شما درات من گفته. من میرم سر اصلا، اصل مطلب. خب من یه مشکلی، یه درگیری دارم. که خب، ملکه به من گفتن شما میتونی از پسش بر بیای. باشه، نگران نباش، ما کاری که لازم باشه رو انجام میدیم. دو تا ماموریت براتون دارم. اولی رو انجام بدیم، بعدش دومی رو که کار بزرگتری رو میتونیم با هم صحبت کنیم. بله خب، الان یه مشکلی هم پیش اومده. خب ادامه بدید ببینم چیه. هیچ کس نبدونه که من اینجا هستم. با این حال، یه دونه خبرنگار اون پایینه که میدونه من اینجا هم. یه سری سوالایی درباره من میپرسه. Is a very dangerous problem. این مشکل خیلی خطرناکی برای من. من همین ازتون میخوام که این درد کوچک رو ساکتش کنی. بله من میتونم. این کارو من توش استادم. این صورتشه. هانس لوک اسمشه. برنده جایزه پولیتسر. برایش خوبه. و تا زمانی که جوابهایی که میخواد نگیره ول نمیکنه بره. پس برای این کارشو باید تمام کنه. I want proof so I can sleep tonight. Of course. آه گفت در ضمن من مدرک هم میخوام. عکس از جنازه‌ش هم باید بگیری که امشب بتونم راحت بخوابم. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. گفت که وقتی که کارت باهم تموم شد بیا بهم بده، بعد میریم سراغ اون سرطان اصلی. پس دو تا ماموریت بخواد بهم بده. گفت اول برو این روزنامه‌نگار برنده پولیتزر که داره درباره من سوال این پرسه رو بکش، چون که کسی نباید بدون من اینجا هستم. اینو ساکتش کن. من میدونم اون بیخیال هم نمیشه تا زمانی که خب جالب شد باجه. Locate the Hans Locht. Locht اسمش Locht. اونجاست. ببینید چه خوشگل از پله میره پایین. ماشا چه اینجوری لباسش درست شد. یه لحظه قاطی کرده بود لباسه. تو من یعنی اونجا به اون مرده ایراد نمیده در خود بایست اینجا سیگار میکشی؟ الان اونجا به این بایی نسته به اون مرده ایراد میگه. شاید اون یکی دیگه است. نه اون یکی دیگه است. جفتشون شبیه هم. داشت به این آقای الکاظم ایراد میگیره. همه هم سیگاری هم. گوش کجاست؟ کجا رفت؟ الان من همینجا نبود. یا خدا نشا قیافه رو چه خوب کیفیتش. اسکورتش کنیم. باید اسکورتش کنیم. بریم باید سوال کنیم همراهمون بیا. آقای لخت، شنیدم که شما دنبال اطلاعات میگردید. جدن؟
باشه. تو میدونی تحقیق بالا اینجا چه خبره؟ آره بیشتر از اون چیزی که بتونیم تصور کنیم. ولی اینجا نمیتونیم صحبت کنیم. دنبالم بیاین. حالیه بیا دنبالم. برو بریم. کجا ببرمش؟ دستشویی کجاست؟ اینجاست؟ توالته؟ آره بیا بریم توالت. Take a picture of Hans Loch incapacitated. یعنی در حالی که بیهوش شده ازش عکس بگیر. الان عجیب نیست با دو تا بریم تو دستشویی با هم دیگه وایسیم. آقا اینجا نریم خداییش. This better be good. I have a reliable source that the Royal Highness Omar Al-Ghazali is keeping a secret upstairs for me here. I'll be back as soon as possible. همینجا منتظرم میام پیشتون. باشه. هر چی شما که میگی بهتره خوب باشه. گفت که من شنیدم که رویال هاینس منظورش ملکی نبود، منظورش همین عمر القذیف بود. So she wanted one. No, oh, no. Two. Shoot. Maybe I should ask again. اینجا اصلا درنم کنم. Mr. Locked. I think I might be able to help you. شاید اون گفت که اینکه چه چه شده؟ اینکه قاطی کرده. Find somewhere more quiet. بریم یه جای آروم تر بریم. بیا بریم اینجا اصلا ول کن. این دستشوی زایه است. این توی یه جایی میخوام که یه چیز داشته باشه بکنمش توش بعدش که کشتمش. نه که بکشمش، بیهوشش کنم. بیا ببینم اون زنه باعث صورت چی میشه. گند داریم میزنیم به همه کارامونا. ببینم کجا ببرم تو رو من. بریش همونجا توی چیزه، توی بوتا دوباره اینا هم بیا بریم بیدوی بیا بریم همونجا توی بوتا بزنیمش از دور اینه کنم. دمه دستمون هم باشه راحت. بعد هم ازش یه عکس میگیریم. بیا دوست عزیز. کاظم حالا چطوره؟ بیا ببینم. چی شد؟ از کجا فهمیدم؟ نه لعنت گند زد به همه کارام. از این خوبه جوان بزن تو کارمان مشت نمید بهش میزدم. باید همینجور آروم این چجوری اش عکس بگیرم. دوربینو در بیار. Use the camera. Take a picture of Hans Loch incapacitated. خب همینه دیگه. Yes, that's it. ببین عکس خواستم بگیرم. It's like shooting fish in a barrel. خب انگرام اینجوری بهمون خیانت چیز میکنه. بهمون چی میگه خیانت؟ بهمون اعتماد میکنه. خب bring the picture to assistant. به اون دستیارش عکس بدیم. عوضی اون دفعه گند زدی تو کارم با اون قیافه. واسم عکس بگیرم دقیقا این دوربین عکاسی دیدی دو حالت داره. یکم شله بعد فشار میدی عکسو میگیری. همونجوری بود. حس دوربین عکاسی رو داشت. خیلی خوشحالم که استفاده کردم از این قضیه. هنوز با شلیک نکردیم که ببینیم شلیک چجوریه. Let the pros do their job. خب خانمه. Hey you. Where do you think you're going? What? Definitely not through here. به تو چه؟ Get out of my face. چه پرو؟ میگه میستر کازیم. آی کازیم. خوش اومدید. So, you have the picture. عکسو دارید؟ بفهمید. Yes, here. Good. خوبه. Our guest will be delighted. مهمونمون خیلی خوشحال خواهد شد. Please follow me. فهمیدم الان میام. عزیزم تو به این خوشگلی چرا باید توی همچین کار قطع رو اینجوری چیزا باشی؟
خب رفتیم پنتاو. If you just follow me, Mr. Kazim. لطفاً دنبالم بیان آقای کاظم. سیارمش بردارم. لباسش خیلی حال میده. اصلا خیلی خوشگله لباس واقعا. I hope you have had time to see the art exhibition. امیدوارم که تونسته باشین موزه آرتمون رو دیده باشین. آقای الکظیم خیلی چشم خوبی دارن برای هنر، یعنی سلیقه خوبی دارن برای هنر. نگاه کن دوربین میره عقب و یه موسیقی زیبا میزنه بعد و برمیگره جلو. اینا کارهای هنریه. هی سیبی هم اونجا افتاده زیر درخت. سیب کاشتن تو طبقه هزارم. سیب کاشتن میوه هم داده افتاده زمین. چه جواله. ببخشید اون اتفاقی که اون پایین یه مدت پیش افتاد، این که نمیتونستم شما رو بدون جستجو راه بدم. به هر حال ما باید امنیتمون رو حفظ کنیم. مهم نیست کی باشه یا کی نباشه. عزیزم تو رو بکشم اصلا چجوری لباس تو رو میتونم کنم بتنم؟ نکنم. با یه اریای جدید باز شد. اوه کجا داریم میبردتون؟ اون بار رفتم اونجا کشتیمشون این پایینه الان داریم اینوری. بفرمایید. آقای اینگرام منتظرتونن. واو اینم اتاق آقای اینگرام. آقای کاظم از نهایت خوشحالم. بریم باید صحبت کنیم. بله مشکلتون حل شد. عمر گفته بود کارت خوبه. دوباره بریم برسیم کارهای مهمتر. آقایون برید بیرون. من میخوام از سری صحبت های باقای کاظم انجام. خب ما اینگرام همونجا که میخواستیم داریمش. خب 47 میدونی باید چی کار کنی باش. اوه یه یارو داشت پاسور بازی میکرد. این تخته مثلا باش چی کار میتونیم بکنیم؟ این یارو باید نگاه ما میکنه چجوری بریم؟ نه چیل نه اول باید اینو بکشیم. این چیه؟ خودشم چی میگفتم؟ آه آره بزنیم معاملات بعدیش چیه؟ آه افراد هم حتی اینجا میمونم برای این دیدارمون چون من انتخاب دیگه ندارم. اینا باید مراقب من باشن. It's interesting we haven't come across each other before. جالبه که ما قبلا هم دیگر رو ندیده بودیم آقای کاظم. خب شاید هم ندیده باشیم. من معمولا افرادم با آدمای تو منسی که صحبت میکنم. من نمیدونم عمر چقدر بهت گفته. منظورم اعلیحضرت بهت گفته. من خب حتی بزنم چیز زیادی بهت نگفته. بس بزنیم سر اصل مطلب. سازمان من یک سری سرطان بی‌مصرف مدن حمله کردن به ارگانیزیشن من، یعنی اون پروویدنس. و من میخوام اونا رو از تو شکم بکشمشون بیرون. اگه بدونین چی میگم. آره میفهمم چی میگیم. خوبه. این عوضی داره یه سری سلول های سمی تو بدن من پخش میکنه. من میخوام جلوشو بگیرم به طور وحشتناک. میخوام جوری بکنیش که شیمی درمانیش کنی اصلا. خب یه یاری به اسم آرتور ادوارد، یه شیطان به تمام معنا. من و افرادم خب ما این کرم کوچولو رو دست کم گرفته بودیمش. میخوایم ازش انتقام بگیریم. فکر کنم یه ایده مشخص ما هم داشته باشیم. ایده مشترک. شک دارم میخوام گفت که فکر شک دارم بدونی من منظورم چیه. در واقع من میخوام با زجر بکشیش، نه مثل یه اسبی که مثلا یه تیر خلاصش میزنم میمیره. با زجر مثل سگ هاری که باید کارشو تمام کنم. اینا حرفم روشنه آقای کاظم؟ بله حل شده بدونیدش. نظرت چیه؟ یکم سم بریزم توی میشنه. خب حالا با هم دیگه بیدیم شروع. Oh, one last question. یه سوال دیگه. برام سواله.
اسمتون چیزه؟ ولچره. اسمتون یعنی کرکسه. چرا؟ It's best to wait for the perfect kill. میگه خب برای که من احساس میکنم که بهتر برای یک قتل عالی بهترین کار اینه که صبر کنی. مثل یه دونه چیز. ولچر مگه نمیشه همین چیز؟ کرکس. کرکس که شکار میکنه. کرکس میره صبر میکنه که همه بخورن بعد میره خودش میخوره. پس فکر کنم تو خوب باشی برای کار من. از این تو خوشحال شدم آقای کازین. منتظرم که آپدیت ازتون بگیرم. آقای کازم رو بیرونش کنیم. آقای کازم دنبالم بیاییم. اون چرا اومد؟ مستر کازم، you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. دنبالم بیاییم. ای بابا میانه دستش دادیم؟ این همه زور زدیم؟ نگاه کن اینجا رو چقدر شلوغ شد. How are you today? گفت دنبالم بیا نباید مسیر تو عوض کنی. بکنم دستش دادیم. آخه چی کار میتونستم بکنم؟ اونجا که نمیشه بزنیم بکشیمش. شاید هم میشد ولی حواسم نبود. رفتم بایستم باش صحبت کردم. بنا را حالا دنبالش می نمیم. مستر کازم، you need to listen to me. Follow me. دنبال من بیا. و جای دیگه نرین. اینجا میتونیم اینو بکشیمش. پس. خب اونجا که داشتیم با اون صحبت می‌کردیم، یه دونه سیو داریم. یه سیو دیگه اینجا می‌زنیم. قرار از اینکه اینو بخوام بکشمش. کی دید منو؟ تو روحت. خب راه دیگه ندارم. اون اسکل هم پشت سر داره میاد. از این تا کجا میخواد ما را مشایعت کنه بی پدر؟ بزنیم بکشمش با لباس این برگریم. ببین یه ایده جالب تری دارم اصلا. این که داره ما رو میبره. یه جایی بزنیم اینو بکشمش لباسش رو برداریم برو که رفتیم. ایده بهتری به نظرم. میتونم ادا بهش نزدیک شم. فعلا اینجا که نمیشه بکشمش. بزنیم تا کجا میخواد بیاد ببرتمون. اما میدارم اینجا نگه دیگه برو. همینطور که داره میره یعنی یه جای گیر بیارم بتونم برم تو توالت چیزی ها. چه ترانسپاسینگ انجام بدم من؟ ای لعنت به یعنی دیگه فکر نکنم بالا بریم. دیگه نمیتونم بالا برم. بله اوارمون بیرون دیگه نمیتونیم بریم بالا. وای پسر خوشگاه نره. بزنیم چیکارش کنم الان؟ این کارها رو کردیم. اونو از کجا گیرش بیارم الان من؟ با لباس این پلیس ها میتونیم برگریم بالا. یه جور باید لباس پلیس گیر بیاریم. این یارو رو میشه زدنش. آره خب اینا مال هتل هن. اینا رو فکر نکنم باهاشون بشه رفت طبقه آخر. همه ما رو تشخیص میدن که این همه رو کلهشون نه این چیزا دارن. اصلا چرا ما اینو زدیم کشتیم؟ اینا بردار. چکار کنیم؟ دوربینه فکر کنم تشخیص میده. بذاریم از همون باید بریم بریم بالا.
میذارید بریم بالا؟ What? تو رو You're obviously having trouble with the concept of no trespassing. Moving. بذاریم چیز کنیم بریم اون استوری میشن دیگه رو انجام بدیم شاید بتونیم با اون یکی بهش برسیم. حالا ببین اینه که انجام بدیم، حالا بریم این انسیکیوریتی به عنوان یه سیکیوریتی بریم داخل. لباس سیکیوریتی هم تنمونه. بذاریم اونجا چی میگه. حالا که ما دیگه اینجا هستیم اونم گیرش میارم به وقتش. ببین اون هدف الان اونجاست، اونجا یه نفر نشسته رو صحبت میکنه برای خودش. ببینیم کیه. Missing a story revealing. I got word that he entered the building but he isn't reported for duty yet. Probably still down at the depot getting his uniform. I just hope he's got his papers with him. I heard rumors that he used to work for that Dawood Rangan, you know. خدا درباره یونیفرم یه نفر صحبت میکنه. ببین یونیفرمش اینجاست میتونیم بعد بکنیم تنمون مثلا. Nope. ما هم یونیفرم خودمون داریم. Stuyvesant is expecting a replacement guard. یه دونه گارد جدید میخواد بگیره. اگه اونو بتونیم پیداش کنیم. Get within strangling distance of the little worm. میتونیم به این کرم کوچولو نزدیک نزدیک بشیم. الان خودم دارم اینو. استافریا کجاست؟ و واردش بشیم. اون پایینه، طبقه پایین. پله‌ها کجاست؟ اینجاست. چی کسی من تشخیص نمیده؟ نه. خب یه دونه چیکار کنم؟ locate the missing recruit. این کسی که گم شده رو پیداش کنید. کی گم شده؟ سمرم بعد داره به من از احتیاط داشت جوه. همینجاست؟ طبقه پایینه. ببینیم طبقه پایین چه خبره؟ دو آشپزخونه هست؟ خب میتونیم سم میکنیم چیزاشونو. خب locate the missing recruit. بوش اینها رو من نمیخوام. این توه؟ Look, this is gonna make me look really bad. بذم چی نوشته؟ Don't you worry. A colleague is also میفهمم. This is awful. این یاروه. I'm in my boxers and you are. بذم سیو کنم. A woman? It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. خب، دلات به دست چی میگه؟ خب مثل که این نامه معرفی نامه شه. قبلا توی بالیوود کار میکرد یارو، هندی و اینجور چیزا هست. اونم پس که خواهرشه فکر کنم. و خب اومده اینجا استخدام بشه. Present yourself at the security office. حالا بریم security office خودمونو به عنوان اون معرف کنیم. لباسشو که داریم دیگه. باش میرسیم این شیرینی ها رو سم میکنیم. درست اومدم؟ نه پله کجاست؟ اینجا بیرون. سلام. آره خوش وقتم. باش بیست نمینه تو مون. تو I'm glad to hear but I don't like to be kept waiting. Make sure he has his papers and call me, okay? I'll call you as soon as he turns up. You better. تو okay. آقای سیمسن اسکورت جدید من تو هستی. I have very high standards. من استانداردهای خیلی بالایی دارم. پس حواست باشه که وظایفتو به خوبی انجام بدی. همینجا منتظرش بمونیم.
If your credentials on you. خب بریم چیزامون رو بهش بدیم. Let me see here. خودم چی داریم؟ Yes, it looks good. Where? I like it. آه خوشم اومد. Expert no less. I have no idea what that means. این جمله بعدی رو نمیدونم چیه. خب رزومه خوبی داری. Looks perfect. عالی به نظر میرسه. Let's walk. یه راه بریم ما هم دیگه. Tell you a bit about what I expect from you. خب چیز شده بود اونجا مجبورم لودش کنم دوباره که دوباره بیاد و بهش این کاغذ رو بدم. اون دفعه باگ شده بود و هم تو میرم میچرخه دای خودش نمیاد اینجا. حواستون باشه منتظرش نمونید. بعد زودی بیاد اینجا. خب یه با هم راه بریم. از این زودی دارم که 24 ساعت هفت روز هفته پیش من کنار باشیم مگر اینکه خودم بهت بگم. حتی دستشویی بخوای بری میتونی بری ولی فقط وقتی من بگم. و من امروز یه دیدار خیلی مهم دارم که ازت انتظار دارم گوشات بسته باشه و چشات بسته. نه گوشات بسته چشات باز. بابا منو میبرد همیشه شکار. حالا حیوان تایرو حیوان کشتی؟ آره. میدونی که به این آسونی که به نظر میرسه نیست. این از خاطرات بچگیش میگه. میگه آره من حیوان میکشتم و این چیزا. میگه بعد اینو بدونی که من هم اینجوری به اینجای که رسیدم نرسیدم. اونا چیه؟ خب اونا رو میبینی هر احمق میتونه شلیک کنه ولی با چاقو اونجاست که سخت میشه. همیشه پدرم میگفت اگه با چاقو خوب باشی با تفنگ هم خوب میشی. میخوام مهارتات رو ببینم. پرتاب چاقو میشه ما همینجا بکشمش؟ میگه به بازی اینجا میبینم و دیگه نمیخوام صورت رو ببینم. Only time will tell, but I doubt it. You cocky idiot. خب. Hit the four target with the knife. چهار تا رو با چاقو بزن. Nice throw. آه. پرتاب خوبی بود. زیاد بیاد بیاد. چاقو رو میخواییم تقریم صفر شد دسته. نه یکی دیگهش میشه یکی دیگهش هم خود یارو رو بزنیم. اینجا رو ببین بد نبود اصلا. حالا میگه فکر کنم تو باید منو بکشی. دو تا دونه چاقو باقی مونه دو تا رو میزنی تو سک صورتمون. حتی اگه بگم نمیخوام غیر از موسیقی خودش میخواد انجام بدم خودشه. عالی بود. ازت خوشم میاد. میشن استوری کامپلیت. مارکوس استایوسنت وونت بی ا پرابلم انی مور. جفتشون رو برمی از پایین. لتس موو اون تو کارل اینگرام. وی نات دان یت. دامپش کومند از اون جوای. خب حالا فقط کارل اینگرام مونده. یه دو تا شوت گولن بهمون زد. اونا دارن دنبالمون میگردن. سری بعد اینا رو دامپشون کنیم کسی نبینه. بعد کیچن نایف هم بعد این هم از جیبت کسی نمیاد. نه با اینجا کی میاد دنبال این اسکولا؟ خب حالا فهم مونده اینگرام. برو بریم برای اینگرام. ببین کجا هستیم. فکر کنم این برج از برج خلیفه هم بالاتر باشه. این اون نیست یه چیز دیگه از سپتر اسمشه. این کجا اومدی؟ اوخ 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 بد جایی اومدی. ولی یه کار خوشگل میتونیم انجام بدیم. یه دونه اینا رو بکشیم خودمون یک بار برای همیشه راحت کنیم. بذار روش کنم اونور میزنم تو کلش. برو عوضی نه اوف پایین لند
اون رفت طبقه دهم، از طبقه 1000 افتاد پایین. آی جایی هست اینو مخفیش کنم، آی نیست تا تمامش کنم بره. اون چیه؟ جه کارهایی میتونیم بکنیم با هلیکوپتره. روزن والف پانکچر میسینگ سکرو رو یه کاری میتونیم بکنیم بکنیم با اینا. این یارو خلبانشه؟ نمیتونیم با خلبانو بزنیم داغونش. بزنیم چالش داره، خلبان نداره. خب هیچ گونه گزینه نداشت که مثلا با هلیکوپترش رو خراب کنیم و اینا. برای همین من کار با این چیزی ندارم، با این یارو. و باید اون عوضی رو دامپش کنم. این گند زنه به کارمون رو نزمش باید. نان تارگت کشته شد ولی بادی هیدن شد. خب حالا کجا بریم سراغ اون یارو؟ اونم همینجاست، اون بره. ولی خب با این لباسه میتونیم بریم داخل. اینجا همه ما رو تشخیص میدن که کجا برم؟ بریم بالا. سر یعنی چی؟ سر سر نکنی اینجا بر من ها. خب بچه ها هیچ راهی نداریم. اگه بخوایم اینجا برچ کنیم پایین بدیم از این آدم های خودش بشیم، پناتیسی بزنیم میرسی که سمیش کنیم. برای سمی کردنش یه دونه اینا نیاز داریم. این بیاد اینجا بزنیم بکشیمش. نمیدونم شاید هم بشیم سمیش کرد همون جوری هم یه تابلو اون جوری بزنیم ببندمش. اینو میکشیمش که بتونیم بریم اونجا بایستیم براش مشروب سرو کنیم. برمیش داخل این. خب داره میاد سریع ببریم مشروبش رو سمی کنیم. و اینجا پیشگوشتی هم هست که اینو بزنیم، ولی خب دیگه نبریش کنم سمیش کنیم میره. همون سم آقای کازم رو ریختیم توش. خودش میاد بخوره یا من بایستم اینجا حتما. از اینجا نمیتونیم فرار کنیم بریم از همینجا؟ نه. چرا اینجا میتونیم فرار کنیم؟ بسه بخوره؟ بخور بخور نشه جونه. بوره که رفت. بخورده بریم. مرد برو بریم. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. لعنت بهش، از همون جلوی اونو برد شد. اوف، تو شانس من. برو بریم، برو بریم که نشت سنم. من نبودم آقا، من نبودم. من دنبالمون میگردم، من خودمون برسونیم به... exit. بله برو پایین. آه درست دارم برم. وای نه وای نه وای نه. نشون نمیداد که چیزی رو کلشون نبود که اینا. بس لباس هم عوض کنم، همینجا یه لباس افتاده. آه اینه سیکیوریتی رومه. تو سیکیوریتی روم تو که نمیتونی بری که. بریم آبا بریم از این بریم بریم چی میشه. از همون جایی که اومدیم آبا بریم بیرون هستم. خوبه؟ نم یه راهشه دیگه. اونجایی که اومدیم میریم. بله ما
بابا عینکش اینجوریه. خب اینم زدیم. لباسایی که پوشیدیم اون حساب کرد. سم زدیم بهش. ببین تازه چقدر چیز دیگه مونده. اصلا باور نکردنیه که چقدر میشه این بازی رو انجام داد. خب بچه ها اینم از این قسمت، امیدوارم لذت برده باشین. رفتیم دوتا دیگه از استوری میشن های مهمات اول رفتیم، تو قسمت بعدی میریم مهمات جدید میریم و خب اونم مثل همین اول یه بار اونجوری میریم، بعد دوره میریم استوری میشن هاشو ادامه میدیم که ببینیم روش های مختلف و حالا هواهای مختلف دیگه. کلی روش داره و واقعا بازی عالیه. اگر لذت بردید لایک و بکوبید و اگر اولین بار بودم این گیمشو میدید سابسکرایب کنید که میخوایم کلی بهتر کنیم. مرسی که با من بودین تا قسمت بعدی و یه چیز دیگه از همین گیمشو. خدافظ.